اما جعفر عظیم‌زاده تنها نیست، جعفر عظیم‌زاده تنها نیست، این رو موج وسیع حمایت تشکلهای کارگری نه تنها در شهرهای مختلف ایران بلکه در سراسر دنیا، از سوئد گرفته، از انگلستان گرفته، از کانادا گرفته، از امریکا گرفته، که همپای جعفر عظیم‌زاده گفتن که جعفر عظیم‌زاده تو تنها نیستی، تو صدای طبقه کارگری بر علیه رژیم گندیده سرمایه‌داری اسلامی. بگین مرگ بر رژیم اسلامی، مرگ بر رژیم اسلامی، سرنگون باد حکومت ترور شکنجه اعدام. اما جعفر عظیم‌زاده صرفا جعفر عظیم‌زاده نیست. جعفر عظیم‌زاده صدای طبقه کارگر در ایران بر علیه بیکاریه. جعفر عظیم‌زاده صدای طبقه کارگر بر علیه حداقل دستمزدیه که رژیم جمهوری اسلامی تعیین کرده. صدای طبقه کارگر بر علیه حقوقهای موفقه که ماها حقوق نگرفتن. صدای طبقه کارگر بر علیه قراردادهای سفید. صدای طبقه کارگر بر علیه نداشتن حق اعتصاب. صدای طبقه کارگر برای نداشتن حق تشکل. صدای طبقه کارگر برای نداشتن آزادی. صدای طبقه کارگر در جنگ طبقاتی که از همون سال 57 که رژیم اسلامی قدرت گرفت به رژیم اسلامی گفتن از طریق تشکلاتشون، از طریق مبارزه کارگران بیکار در سال 57-8 به رژیم جمهوری اسلامی گفتن ما به عنوان یک طبقه جلوی رژیم سرمایه‌داری اسلامی ایستادیم. چی شد الان؟ رژیم گندیده اسلامی بیش از 38 سال در مصدد قدرته، بیش از 38 سال طبقه کارگر رو در ایران کوبیده، تونسته اون صدا رو خفه کنه؟ شما به من بگید تونسته اون صدا رو خفه کنه؟ ترور شکنجه اعدام دیگر اثر ندارد. ترور شکنجه اعدام دیگر اثر ندارد. حکومت ترور شکنجه اعدام سرنگون. شاروخ زمانی ها رو کشتن، خونشم بخشنده ها رو کشتن، به محمود صالحی حکم زندان دادن، اسماعیل عبدی رو به زندان کشیدن و الان با حکم وثیقه به عنوان موقت آزادش کردن. جعفر عظیم‌زاده رو به زندان کشیدن و یک طبقه کارگر در ایران به عنوان یک طبقه میگه مرگ بر رژیم سرمایه داری، مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، زنده باد برابری، زنده باد سوسیالیسم. کارگر معلم حمایتت میکنیم. حکومت ترور شکنجه اعدام نمیخوایم. شکنجه اعدام نمیخوایم. جمهوری اسلامی نمیخوایم. حکومت ترور شکنجه اعدام نمیخوایم. جمهوری اسلامی نمیخوایم. جمهوری اسلامی سرنگون. جمهوری اسلامی سرنگون. مردم ما بیدارند، از اعدام بیزارند. مردم ما بیدارند، از اعدام بیزارند. جمهوری اسلامی نمیخوایم. نابود باد جمهوری اسلامی اعدام.